درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس. از شما دعوت میکنم به اخبار امروز شنبه 25 شهریور ماه 2582 ایرانی، 1402 هجری خورشیدی برابر با 16 سپتامبر سال 2023 توجه بفرمایید. منابع خبری از حبس خانگی خانواده مهسا ژینا امینی در سالروز جانباختن دخترشان در بازداشت گشت ارشاد خبر میدهند. به گفته این منابع صبح روز شنبه 25 شهریور ماموران امنیتی امجد امینی را به محض خروج از خانه‌اش که به نوعی در محاصره است بازداشت و به اداره اطلاعات سقز منتقل کردند. صبح شنبه در اداره اطلاعات به پدر مهسا امینی گفته شده که حق رفتن سر مزار و خروج از منزل را ندارند و نباید در مراسم سالگرد که قبلا در بیانیه خود اعلام کرده بودند شرکت کنند. منابع خبری در بازداشت ماندن امجد امینی را رد کردند و گفتند که او پس از بازجویی به خانه بازگردانده شده است. در ادامه تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، منابع حقوق بشری از بازداشت چندین نفر در استان کردستان و اردبیل خبر دادند. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، معاون امنیتی استاندار کردستان مهدی رمضانی روز شنبه 25 شهریور اعلام کرد چند نفر به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام در این استان بازداشت شدند. این در حالی است که به گفته این مقام امنیتی بازداشت شدگان در حال عکاسی یا فیلم گرفتن از اماکن عمومی از قبیل مغازه‌ها و اماکن تجاری و صنعتی بودند. مهدی رمضانی درباره تعداد، هویت و محل بازداشت و ارتباط میان عکاسی از اماکن عمومی و اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام توضیحی نداده است. مناطقی از تهران از جمله در محدوده خیابان انقلاب، گیشا، سعادت آباد، یوسف آباد، جردن، شهرک اکباتان، تهران سر، شهرک چیتگر، شهرک باقری، شهرک پردیس، نارمک و تهران پارس و همچنین مناطقی از شهرهای کرج، مشهد و شیراز شامگاه جمعه بار دیگر شاهد شعارهای شبانه جمعی از مردم معترض به ویژه شعار مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی بودند. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز حاکی است که شهرهای آبدانان، کرمانشاه، مریوان، سنندج، بانه و پیرانشهر نیز جمعه شب شاهد شعارهای شبانه و اعتراضات پراکنده بودند. در همین حال سایت حقوق بشری هنگاو گزارش داد که از عصر جمعه نیروهای مسلح سپاه پاسداران در اطراف منزل خانواده مهسا ژینا امینی در خیابان ماموستا هجار شهرک دانشگاه سقز مستقر شدند. این سایت از قول یک منبع مطلع افزود این نیروها شامل تعدادی از نیروهای موتورسوار سپاه پاسداران و شمار زیادی نیروی پیاده است. و اما به رغم تلاش‌های همه جانبه حکومت ایران برای جلوگیری از شکل‌گیری هر گونه اعتراض در سالگرد کشته شدن مهسا امینی، کسبه در شهرهای مختلف کشور از جمله سه استان کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه روز شنبه 25 شهریور در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب زده و مغازه‌هایشان را تعطیل کردند. ویدیوهای منتشر شده حاکی است که کسبه شهر سقز، زادگاه مهسا امینی هم در اعتصاب به سر می‌برند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به نهادهای امنیتی مدعی شده که بسته بودن فروشگاه‌ها در سقز به دلیل تعطیلی رسمی صورت گرفته است. این در حالی است که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به اختلال گسترده اینترنت به ویژه در شهرهای استان کردستان از برگزاری اعتصابات بازاریان در تعداد بیشتری از شهرهای کشور خبر دادند. آتنا دائمی، فعال مدنی و زندانی پیشین، در صفحه ایکس توییتر سابق به اعتصاب بازاریان 13 شهر اشاره کرده است. از شما بینندگان گرامی دعوت میکنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99
معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اونو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمنده و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 هم اکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. ادامه خبرها. دانشجویان 4 دانشگاه در تهران، علم و صنعت، امیرکبیر، بهشتی و خواجه نصیر روز جمعه 24 شهریور در بیانیه‌های جداگانه‌ای به مناسبت سالگرد مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی تاکید کردند که اعتراضات زن زندگی آزادی انفجار خشمی عمومی علیه جمهوری اسلامی است و تنگتر شدن زنجیر ستم، فقر و سرکوب فقط دانشجویان و مردم ایران را در نگفتن به این حکومت مصمم‌تر کرده است. جمعی از دانشجویان دانشگاه بهشتی در بیانیه‌ای که در کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شد نوشتند، در پایان شهریور ماه سال 1401 پس از به قتل رساندن ژینا مهسا امینی، مردم ایران با شعار زن زندگی آزادی اعتراضات گسترده‌ای را علیه حجاب اجباری، ستم طبقاتی، سرکوب اقوام، فقر، فساد، استبداد دینی و نقض حقوق آشکار خود برپا کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نیز در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد مهسا امینی نوشتند، سال گذشته خون بیگناهی به زمین ریخته شد و کاسه صبر و تحملمان سر آمد. یک ایران برای دادخواهی مهسا بپا خواست. جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران همزمان با سالگرد مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی با انتشار بیانیه‌ای نوشتند،
تمام صحبت ما نه به جمهوری اسلامی و همه نهادهای وابسته به آن است و تجلی این سخن شعار زن، زندگی، آزادی است. و اما جمعی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی نیز در بیانیه خود به مناسبت سالگرد مهسا امینی اعتراضات زن، زندگی، آزادی را انفجار خشمی عمومی خوانده و افسودند که این خشم برآمده از تاریخ است و نه منحصر به امروز، برآمده از دیروزها که ظلم در آن پیوسته بر جان و دل مردم زخم می‌زند. و اما وزارت خارجه کانادا روز جمعه 24 شهریور در سالگرد جان باختن مهسا امینی و اعتراضات سراسری در ایران تحریم‌های حقوق بشری تازه‌ای را علیه مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرد. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا خبر این تحریم‌های تازه علیه 6 مقام جمهوری اسلامی را اعلام کرده است. در بیانیه وزارت خارجه کانادا آمده است با این تحریم‌های تازه اشخاص و افرادی که در سرکوب‌های سیاسی و نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم ایران دست دارند هدف قرار گرفتند. وزارت خارجه کانادا می‌گوید این تحریم‌ها در هماهنگی با اقدامات اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا صورت گرفته است و عزم تزلزل ناپذیر کانادا برای پاسخ دادن به تجاوزات مداوم حکومت ایران علیه شهروندانش را نشان می‌دهد. و اما همزمان با اولین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی، تعدادی از رهبران جهان با انتشار پیام‌هایی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره او بار دیگر حمایت خود را از اعتراضات زن، زندگی، آزادی اعلام کردند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت من و جیل به همراه مردم سراسر دنیا به یاد او و تمامی شهروندان شجاع ایرانی هستیم که به دلیل درخواست مسالمت‌آمیز خود برای دموکراسی و کرامت انسانی توسط رژیم ایران کشته، زخمی یا زندانی شدند. به گفته او داستان مهسا با کشته شدن وحشیانه او تمام نشد، بلکه او الهام بخش جنبشی تاریخی به نام زن، زندگی، آزادی شد که ایران و مردم سراسر جهان را که به صورت خستگی ناپذیر از برابری جنسیتی و احترام به حقوق بشر دفاع می کنند تحت تأثیر قرار داد. و اما سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی میگوید 22 تن از معترضان در اعتراضات یک سال گذشته از جمله 4 کودک و 8 زن با خودکشی یا مرگی مشکوک از دنیا رفتند. این سازمان روز جمعه 24 شهریور ماه با اشاره به ممانعت جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات بیطرفانه در مورد کشته شدگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، اسامی و عکس‌های 22 معترض را منتشر کرد که به شکل مشکوک و در ارتباط با اعتراضات جان باختند. سازمان‌ها و نهادهای مختلف حقوق بشری در حالی گزارش خود در مورد جزئیات سرکوب معترضان ایران را در سالگرد اعتراضات منتشر می‌کنند که گزارش‌های رسیده از داخل ایران حاکی از افزایش فضای امنیتی و حضور نیروهای سرکوب در شهرهای مختلف ایران است. از شما بینندگان گرامی دعوت می‌کنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید. مرگ بر خامنه ای! همیهن سرنوشت ایران ورق می خورد. حضور شما در کارزار سرنوشت حیاتی است. ایران چشم به راه شماست. گردهمایی بزرگ ایرانیان در سالگرد جنبش مهسا 16 سپتامبر دانتان لس آنجلس. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها.
دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilawgroup.com. من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یک کوله پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟ شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدا و مقصد لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. ادامه خبرها. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر و نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز جمعه 25 شهریور در بیانیه‌ای در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی تاکید کرد که به رغم زندگی کوتاه مهسا، شجاعت او الهام بخش جنبش در برابر وحشیگری بی سابقه حکومت جمهوری اسلامی بوده است. سفیر آمریکا با اشاره بیانیه روز گذشته کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تاکید کرده است ایران هنوز تحقیقات معتبری درباره مرگ مهسا در حین بازداشت و همچنین سایر معترضان انجام نداده است. لیندا توماس گرینفیلد همچنین از گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد تشدید سرکوب و انتقام‌جویی علیه معترضان و اعضای خانواده آنها که در سالگرد جان باختن مهسا روی داده است ابراز نگرانی کرده است.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد روز گذشته در بیانیه‌ای گفت که یک سال پس از جان باختن مهسا، ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرکوب زنان و دختران و اقدامات تلافی جویانه علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان تشدید شده است. خانم گرینفیلد در ادامه به تلاش‌های آمریکا در حذف ایران از عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل و همچنین تشکیل هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران اشاره کرد. و اما انجمن قلم آمریکا روز جمعه 24 شهریور با صدور بیانیه‌ای از کارشناسان هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد خواست تا سرکوب نویسندگان و هنرمندان توسط جمهوری اسلامی را به دقت بررسی کنند. انجمن قلم آمریکا در این بیانیه با اشاره به سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد نوشت: یک سال پیش مهسا امینی 22 ساله به اتهام داشتن حجاب نامناسب بازداشت و سپس در بازداشتگاه کشته شد. در اعتراض به این جنایت هزاران نفر در ایران به تظاهرات علیه محدودیت‌های حقوق بشری پیوستند که در این میان شمار زیادی از تظاهرکنندگان و منتقدان از جمله شمار زیادی از هنرمندان و نویسندگان بازداشت و زندانی شدند. این انجمن در ادامه با نام بردن از نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، کیوان مهتدی، توماج صالحی، آتنا فرغدانی و مهدی یراهی افزود این افراد و شمار زیادی از نویسندگان، هنرمندان و دیگر صداهای مخالف در یک سال گذشته به دلیل شهرت خود به عنوان راویان اعتراض مورد هجمه حکومت قرار گرفتند و نویسندگانی هم که از قبل در زندان بودند با مصائب بیشتری روبرو شدند. و اما سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است. رادیوی عمومی NPR در گزارشی به مناسبت کشته شدن مهسا امینی نوشت که با وجود سرکوب نشانه‌ها گواه بر این است که جنبش اعتراضی پابرجاست. خوانندگان همچنان آهنگ‌های اعتراضی تولید می‌کنند. بسیاری از زنان همچنان آزادانه بدون حجاب در اماکن عمومی دیده می‌شوند و فعالان همچنان پیام‌های ضد دولتی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از شاهدان پست‌های رسانه‌های اجتماعی و گروه‌های حقوق بشری نوشت که نیروهای امنیتی رژیم برای جلوگیری از شعله‌ور شدن ناآرامی‌ها به مناسبت سالگرد کشته شدن مهسا امینی در زادگاه او مستقر شدند. عرب نیوز نیز در همین رابطه نوشت که رژیم ایران هشدار داده است که به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن مهسا امینی هیچ نشانه‌ای از بی‌ثباتی را تحمل نخواهد کرد. شبکه تلویزیونی NBC مهسا امینی را نماد معترضانی توصیف کرد که با حاکمیت مستبدانه در ایران مخالفند. این شبکه در ادامه گفت که حکومت ایران با واهمه از بروز اعتراضات در سالگرد کشته شدن مهسا امینی بر عزم خود برای دور جدیدی از سرکوب اعتراضها تاکید کرده است. جروزالم پست در مقاله‌ای به نقل از دکتر راز زیمت، کارشناس امور ایران و محقق در مؤسسه مطالعات امنیت ملی در اسرائیل، نوشت که اگر در ماه‌های اول پس از اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی به نظر می‌رسید که شاید رژیم ایران قصد دارد در مورد حجاب کمی انعطاف‌پذیر باشد، فکر می‌کنم امروز در شرایطی هستیم که می‌دانیم چنین قصدی را ندارد. و اما درخواست 120 سازمان و کلیسای مسیحی ایرانی برای پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی. سازمان ماده 18 به همراه بیش از 120 سازمان و کلیسای مسیحی ایرانی خارج از کشور در بیانیه‌ای مشترک که شنبه 25 شهریور همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی منتشر شد، از جامعه جهانی خواستند که جمهوری اسلامی را به خاطر استبداد دینی پاسخگو کنند. این بیانیه با تمجید از زنان، مردان و کودکان ایرانی که خواستار پایان تبعیض و رعایت حقوق بشر شده و جان خود را در این راه گذاشتند، میگوید مردم ایران با شعارهایی از جمله زن، زندگی، آزادی و ما همه مهسا هستیم در مقابل بی‌عدالتی و سرکوب ایستادند. و اما ریچارد برانسون، سرمایه‌دار بریتانیایی و بنیانگذار گروه شرکت‌های ویرجین، روز شنبه 25 شهریور در مقاله‌ای نوشت جمهوری اسلامی نمی‌دانست کشته شدن مهسا بزرگترین موج اعتراضات از سال 1357 را موجب خواهد شد. به گفته او مسئله اکنون این نیست که آیا جمهوری اسلامی فرو خواهد پاشید، بلکه این است که چه زمانی فرو خواهد پاشید.
برانسون افسوده است ملاها به خوبی می دانند جنبش اعتراضی عقب نشینی نخواهد کرد و با ادامه سرکوب شمار اعتراضات بیشتر خواهد شد. او تصریح کرد جمهوری اسلامی یک نسل کامل از ایرانیان را از دست داد و اکنون شمارش معکوس آن آغاز شده است. از شما بینندگان گرامی به دلیل همراهی و توجهتان با برنامه خبری امروز بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پاینده ایران.